خانمی که نشسته اونجا و پول میخواید برای از اون بسیار چیز زیاد است. کمک کنم میکنه این دمان نید. ما دم قانی دیگه را دادم بایی. من پیشم بیست را پم. سلام و وقتتون بخیر هموطن عزیز، امیدوارم که صحتمند و سرحال باشین. بازم خوش آمدین به برنامه سه خواهر، سه دوست، سه رفیق، هرچی که شما میگین. ما باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه را تقدیم شما میکنیم. اینجا همکارایم، دوستایم، رفیقایم، دیگه خواهرایم دایم، خواهرایم همینجا هستن. اینا هم برشان اول خوش آمدید میگم و بعدش هم سلام علیک داریم. امروی هموطنهای مایانی. داره چرا نداره؟ شکر. از طرف شما شروع کنید. اول سلام علیکم دیو. نه خبرت واسه حاجی میکنم. تشکر. خوش باشین دوستان. خوش باشین. سلامای مرا پذیرا باشید دوستای عزیز. خدا کنه در هر گوشه و کنار دنیا که هستین لبتون خندان باشه و دارای صحت کامل باشه. زنده باشین. شما هم خوش آمدید. تشکر. ما هم عبدالسلام خوش آمدید میگم. و ما هم سلام خود خدمت بیننده ها تقدیم میکنم و خدا کنه که از برنامه ما خوش شم بیاد داخل ما رو میدونم زنده باشیم سرخ پوشیده سرخ رنگ روش بودیم خواندن اصلا آدم ها ایران ماندیم که چطور امروز در آروسا وارش پوشیده یا آروسا واری یا نه پیرانش هم میگم هم تو کلان آروسا واری یا نه آروسا واری ارزش میشه دیگه نوروز نوروز دامنکایش کلان دامنگیره زیگی بیده بچم دامنه یک دامنه دامنه سی که بیده نه با دروز پیشش میبود یک دامنکش بودو کش کن باش کن افتر از تو که بود؟ دروزی؟ ما خارسی نکنیم نه خوب شده شوخی میکنیم من باید یعنی لباس باقید مقبول لباس شو مقبول است خود اگر توجهی تو را اینی بی دامن ازی بود دامن بسیار کنم خودت فکر طرف دامن شد وقتی که دیدم شما آمدم به دفتر دیدم دامن شد گفتم که سعی کنم اصلا مردم به این وقت این شرایط چقدر باز یک موضوع دیگه که خودت می توجهی تو را دامن ازی برد من که دم دفتر آمدم دیدم طرفش کارش بسیار مقبول است مقبول است دیدم گفتم که در این شرایط زنده باشین در این شرایط این مردم زیاد خب نمیتونن کالا بخرن و اینا وضعیت اقتصاد خراب است. بسفران از جان رایتون چند متر تکر رو یک دامن شجور کرد. زهر جان بگم که اول خود دامن قیمتی نیست یک دامن غریبانه است اگر شوخی میکنیم هم به فرماز جان و مطلب نیلو جان هم نیلوفر جان اگر از نیلو جان میگیم مطلب نیلوفر جان هم این بود که ما امروز خوب از زبیلین دو برسانیم که موضوع برنامه چی است یعنی برنامه هم در رابطه بایی است که مردم ما قبل نیلوفر جان گفت که امروز ها در اقتصاد خراب در یک رونده در یک بحران اقتصادی خراب ما قرار داریم مردم ما قرار داره که نان خوردن خدا نداره بسیار مشکلات مان خدا پیدا میکنن و بسیار مشکلات میرن درس میخوانن تحصیل میکنن اما فیصدی فقر و بیچارگی که در سابق بود حالا زیادتر شده یعنی او وقتا بود قسم نیست که یعنی ما بگویم که تازه وضعیت قسم شده او وقتا بود ولی حالا زیادتر شده یعنی فقر و بیکاری یعنی زیادتر بیکاری خوب بیکاری وقت که بود هم بیکاری هم بود نسبتا خوب بود اقتصاد مردم حال قیمتی هم شده اگر وقت مثلا بود آرد بودی چند بود 18 صد نی حالا 2000 چند صد شده هم کار نی هم قیمتی شده دو مشکل سر انسان اومده اینجا آرد و روغن و نمیفهم برنج و چیزای اساسی که هست بسیار قیمت حتی زهر جان کرایه معتاد تا کرایه موتر بلند شده که مردم از یکترش میبینید که پای پیاده میرن تا بسیار یک مسیر طولانی بله این کرایه موتر هم ما بدلی که تیل قیمت شده و مردم موتروان بیچاره مجبور است که یعنی پیسی تیل خود بکشم از مردم کرایه بلند بگیره و مردم هم پای پول نداره ما هیچ کس نیست مثل که چند روز پیش مطرف دفتر میامدم من سید پرسر شده بودم یک نفر پیش روی او را گفت تو باید پینجا با کرای دو نفر را گفت بودی او امرای جنگ کرد جنگ کرد بلاخره کار همیشگی ما کار همیشگی خود ما که میگیم ولی نه نمیشه ما نداریم یا تا باز هم خود محترم بسیار اسلامند بود باز او گفت که ما به این خاطر اگر دیگه کس می بود جنگ میکرد یعنی محترمان های دیگه چقدر کم اصلا هستن او نارا ما درک میکنیم چون مشکلات زیاده گفت برش که چیز ما مجبور هستیم ما نمیتونیم از نمی تیل بلند است ما نمیتونیم از نمی کرایه را که ما بلند نکنیم نمیتونیم ما مصرف تیل خواهر کشیم واقعا سخت است کل شب همون نفرم گفت ما هم شنیدیم درکش کردیم ما کرد چون این مشکلات در افغانستان در کشور ما بسیار زیاد است و از یوتر وقتا که حال ما متوجه شدیم و میبینیم همین دختر خانمایی که
مثلا اون وقت اینا مکتب میرفتن و اینا فعلا دیگه اینا مکتب نمیرن و کارشون چی شده که بله بعد داستان پیشش میرن بعد از اونه اینا دیگه چی میکنن؟ دخترای جوان هستن که خب دیگه کارم وظیفه نیست که اینا کار کنن و یک آید داشته باشن اینا میرن قلم فروشی میکنن نمیفهم دست فروشی میکنن یا هر چیز دیگه بود رنگ میکنن زیاد شده بسیار زیاد شده بود پالیشی میکنن سخت است وقت وضعیت من قبلا هم در طرف شهر می اومدم اونجا تفلکار زیاد است در طرف شهر بود پالوشی میکنن و پلاستیک مفروشن و فتالی رسون شریف هم میارن میخال هم میره خیره بخر تا اینی حد رسیدم که یک قرآن شریف هم گرنگی زمین و آسمان از تو میارن به ما مفروشن از این که مثلا اونا خب میگن مثلا خاله یا کاکا بر ما مثلا یک دل کنی اینا شاید اونو در افغانی در جیب ما هم قدر آل سطح همی قدر ما پولدار نداریم در افغانستان که ما بگویم که بسیار زیاد هستن فعلا هم هستن یعنی اونایی که امو اقتصادشان در هر اوسط هستن که نه خراب است نه قدر خوب او در افغانی یا بیست افغانی بر از اونو معلوم نمیشن مگر خوب است که امو در افغانی یا بیست افغانی یا زیادتر از او که کمک میکنن برای یک طفل برای یک خانمو که نشستن اونجا و پول میخواید برای از او بسیار یک چیز زیاد است شاید تا داشته شو یک دونه نان بخرم این کمک داشته باشن همچنان زهرا جان میخواستم بگویم که در برنامه ما کمک داریم برای نیازمندان که هموطنهای ما بیننده هستن میتونن که کمکهایشان را که اگر خودشان میخواین برای ما کمکهایشان را برسانن ما حتما از طریق برنامه خود به نیازمندان کمکها را میرسانیم که هم یکی از جمله کارهای است که ما انجام میتیم در برنامه قرار است انجام بدیم و که مردم هست وطن دوست هستن کمک میکنن کمک کردن و اینکه ما از طریق برنامه میخواییم برشان برسانیم که اگر کمک به ما میکنیم به ما نه به مستحقیم کسایی که واقعا مستحق است و ما میتونیم ما سه خواهر سه خوارخوانده بریم امو را به شما برنامه بگیریم امو به پول را که شما کمک میکنیم برشان به دستشان بدیم تایی که اونا هم به ما هم دول نور بگیریم هم خود ما هم ثواب بله دیگه برنامه عظمی است بله. و ما هیچ وقت سوهر جان اگه تانیش روش در یک حالت نمی باشیم ما انسان ها یک بار ببینی که مثلا خداوند بر ما زیاد میتونه پول دار میشیم یک بار ببینی که دیگه دست ما خالی میشه کدام وقت شده فرنا جان که بیخی دیگه زیاد رو تو بیفیسته شده باشی ولی نیلوفا جان مگه زندگی چرخ و فلک است یک دفعه داموش تو نمیشه یک دفعه در بغل داره تو وقت شده که یعنی خودم خوبات سر دوستان ما مصرف کردیم یک روز رفتم خود چیز گرفتم و کشیم زیر زربان دفتم دیگه زیر زربان پیش کل جیب ما 80 افغانی بود زیر زربان فنجان فندم پیش ما من سیر پیدگه خواب تو آمدم که یک بچه کم تو پایا شاملو چبلق هم در پایش نیخواه اگه با من خول بکیم این بچه که در سرک هستم خب ما ده غانی دیگر دادم به این من پیشم به 20 رو بم یک تش که بیایی کلش رو شدم ولی چی تو کنم خلاصه ندادم 20 رو پیدگر ندادم به اینو برای یکی تا ندادم 20 رو باشه که رای رو که مطمئن خانه میرم خودم دادل و بچه رو چیزگشت دعای برد کردن چی امی که آمدم از مطر پایین میشدم تلفون اینو مفتید اینو مزید سره شکر پیچه اندقه اینه گفتم خوش میگه میدارم میگه خالا خیر ندیم خیر ندیم دعای بعدش خالی نمره و از هر جان خودت کنم وقت بکی به پیسه شدی؟ زیاد خواستم گفتم نه فلان از جان که انسان اگر یک روز پیش ما یک هزار افغانی باشه فرداش یک افغانی نیست زیاد بخواستم ما روبرو شدیم اما خداوند شکر اگر مو روزش نداشتیم فردا از یک درک با من پیدا شده که اصلا ما در مو فکرم نبودم که سبا با من نفر یا از امو جای یا از امو شخص ما نپیسه میگیرم دیگه خداوند پس نمو تو چیزی که خواستیم برام داده مهم نیت است نیت انسان که صاف باشه پاک باشه یعنی در افغانستان تنها ما و خود تو فرناز جان زیاد است قسم تمام مردم است یک روز است یک روز نیست یک روز نیست بس خوب است که امون روزی که ما می داشته باشیم دست یکی رو بگیریم که فردا شاید ما هم زمست پیدا کنیم دست افتادگی در هم بله و خودت چطور نیدو فرد جان؟ من خواهد زوهر جان صد در صد دیگه او رقم نیسته که ما همه تو چی میگن کل پیسه پیش ما باشه ما هم فعلا مثلا در سطح نیستیم که تمام زیادتر تعداد زیاد از مردم در افغانستان هستن در توی یک وضعیت نیستم که بسیار پول دار باشن هیچ مثلا نیاز نداشته باشن ما هم از جمله اونهایی هستیم که
به حالت نرسیدیم که بگویم که دیگه ما هیچ نیاز نداریم. و وقتی شده که من چطوره که دمی بکسکم شاید بر بگویم در کل زندگیم دیگه ده افغانی پیشم مانده. چقدر درد داره. و این ده افغانی پیش من مانده و من کرایه موتر باید بدم. فرانجان لباس میگیرم. فرانجان پیسه داره. نه یک لباس من چی میکنین خواهی لباس از اما تو کسا رو دیم که موتر رو ببینی خانه رو شب روز خوراکش رو ببین موبایل ها رو ببین رفته یک بار موبایل چینج کنم همین قدر داشتن هم میسازم دیران میمانی که یه سجا کرده شکر که داری شادا دگام به تبره فما فمی یک بسن کمک کن خواهد بر ما بسه که ما بتانیم بر دیگران کمک کنیم نه که خود ما بخوریمش خودمون بخوریم با مردم اون بخوریم اما ایوان تایی دلش نمیسید اصلا نه فرانه جون نگه هاو طرف پولدار شده بوری باز دلشان تنگ میشنه حریص میشنه خب کنال بیا در این قسمت خوام که من بر شما اول هم گفتم که مثلا ما یک خاله که دستمال کاغذی مفروغ دگه مفروغ یا مثلا یک شخص که کراچیوانی میکنند روز از بار میبره ده افغانی یک شخص میتشه تا دیگر فکر کسد یک و نیم صد افغانی میشه یه حرف شتو بگو از کراچی ده کاغذ فروش هم مثلا دستمال کاغذی یک خانم که کاغذ مفروشه این شتو بگو که مثلا مفروشه و زندگی که 7 نفر 8 نفر دارن خیلی سخت است شما در دیگه برنامه ما را میگین که بیدینده باشین ما به افراد اشخاص هم از نظر گرفتیم میریم کمک میکنیم و اگر شما همچنان میخواین که شما هم سهیم شوین کار کردن هیچ عیب نیست شرم نیست خب یک مردانگی یک زن نشان میده مثل یک مرد داره میرن کار میکنن و با اولادای خود یک لقمه نان بله و قسمی که گفتیم فرانوز جان زوال جان در برنامه که ما از طریق برنامه ما کمک ها را میرسانیم برای افرادی که نیازمند هستن و ما خود ما میریم و امرو پول را که فرستادن برای ما هموطنهای ما اونایی که میخواین کمک کنن شما میتونین که کمک هایتان را برای ما برسانین و ما از طریق برنامه ما امرو کمک ها را میبریم مستقیم به نیازمندهایی را که مد نظر گرفتیم و یعنی چی میگن امرو پرسیدیم و پیدایشان کردیم برای از اونا همی کمک ها را ما 100% میرسانیم شما هم باز میتونین که برنامه را ببینین بله. بریان نیلوفر جان ما منتظر کمک های شما دوستا هستیم که بر نیازمنده ما برسانیم که حالا همه نخواستن فکر نکنن که بر ما میرسه و کمک های که ما دوباره نمیرسیم نه خب در برنامه ما میرسانیم و بینیده ها میبینن میبینن و مستقیم کمک های شما رو میرسانیم و منتظر کمک هایتون هستیم. بله. خب ما هم منتظر حمایت و کمک های همتانه ما هستیم و برنامه هم با پایان رسید. با پایان میرسید. امیدوارم که از برنامه خوشتون آمده باشه. حریر میدیا را لایک و سابسکرایب کنین. همچنان پیشنهاد دارین، انتقاد دارین، نظر دارین. برای ما در کامنت بنویسین. ما حتما به خانش میگیریم. و تشکر از شما همچنان. تشکر از خود. امیدوارم که از برنامه خوشتون آمده باشه. تا برنامه های بعدی شما را و همتنهای عزیزم و خدا هم دیگه تا میسپارم و همچنان دوستایی که میخواییم کمک کنن شماره تماس ما در پایین صفحه موبایلتان نوشته است شما میتونید دمی شماره تماس بگیرین و امرای همکارای ما شما به تماس میشین بله یه شکر شما هم شما بکر روستون خوش خدا حافظه خدا نگهدار